بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. به دنبال تداوم حملات نظامیان افغان بر نیروهای خارجی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به افغانستان آمده تا با فرماندهان ارشد نظامی و مقامهای افغان در این مورد گفتگو کند. جنرال مارتین دمسی پیش از رسیدن به فرودگاه نظامی بگرام گفته است که جلوگیری از تداوم این گونه حملات در صدر گفتگوهای وی با مقامهای افغان قرار دارد. دیروز نیز یک مرد با لباس پلیس یک سرباز نیروهای ائتلاف را در ولایت قندهار به ضرب گلوله از پای درآورد. این دهمین نظامی خارجی در افغانستان است که در 11 روز گذشته از سوی نیروهای افغان کشته می شود. نخست وزیر نیوزرلند می گوید که کشورش نیروهای خود را در اوایل سال آینده میلادی از افغانستان بیرون می کند. این گفته ها در حال صورت می گیرد که 3 سرباز نیوزلندی دیروز در نتیجه انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت بامیان کشته شدند. اما جان کی نخست وزیر نیوزلند تاکید می کند که این تصمیم پیش از کشته شدن این سربازان گرفته شده است. نیروهای نیوزلندی که در چارچوب ناتو در ولایت بامیان مستقرند بیشتر مصروف کارهای بازسازی اند، اما در این اواخر حمله به آنان افزایش یافته است. یک مارکت روغن مایع و قالین دیروز در شهر مزار شریف آتش گرفت. مقامهای امنیتی ولایت بلخ میگویند که بازرگانان این مارکت بر اثر این آتش سوزی صدها هزار دلار زیانمند شدند، اما تلفات جانی را در پی ندارد. این آتش سوزی ساعت 3 پس از 6 دیروز آغاز شد و ماموران آتش نشانی پس از 3 ساعت موفق به مهار این آتش سوزی شدند. اگر جناب وزیر گرفته نمیشد، تمام اطراف از این منازل مسکونی بود، اونا زیر تهدید بود. یک سرای دیگه با استقامت شرق از این که وام همیتو سرای تجارتی از وام زیر تهدید بود. نمیتونیم این شاید از 50 کمپانی مالش جا بوده باشه یا از 50 شرکت مالش بوده باشه، ولی در آخر بازی تثبیت میشه. مگر حال نمیتونیم بگیم که چقدر، ولی یک تعداد مال تومی عقیق شده. امریکا به خاطر حمله های نظامیان افغان بر نیروهای خارجی از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا راهکار را جهت جلوگیری از این گونه حمله ها پیش گیرد. لیون پنتا وزیر دفاع امریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی گفته است که برای جلوگیری از نفوذ هراس افغانان در میان نیروهای امنیتی افغان، روند استخدام سربازان افغان به شدت نظارت شود و با همکاری بزرگان محل این روند به پیش رود. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی صبح امروز در مورد افزایش حملات نظامیان افغان بر نیروهای خارجی ابراز نگرانی کرده است. جول لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که لیون پنتا از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا با فرماندهان آمریکایی راهکار را پیش گیرند که روند آزمایش سربازان تازه استخدام شده را به شدت نظارت کنند و این روند در هماهنگی با بزرگان محل به پیش رود. لیون پنتا پیشنهاد کرده است تا مسئولان افغان روش‌های مؤثر ضد جاسوسی را پیش گیرند تا حمله کننده های پنهانی در داخل نیروهای امنیتی افغان شناسایی شوند و همچنان روند استخدام سربازان به شدت نظارت شود و در هماهنگی با بزرگان محل ها که حرفشان جایگاه ویژه میان نیروهای امنیتی افغان دارد روند استخدام صورت گیرد. با گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا رئیس جمهور کرزی موافقت کرده است تا مقام‌های افغان و آمریکایی با هم روی راهکار کار کنند تا از چنین حمله‌ها جلوگیری شود. حمله‌های نظامیان افغان بر نیروهای خارجی در چند روز اخیر افزایش یافته است و تنها در یک هفته گذشته 3 مورد این حمله‌ها گزارش شده‌اند. در پی این حمله‌ها مقام‌های آمریکایی بر روز جمعه از تمام نظامیانشان خواستند تا جهت جلوگیری از چنین حمله‌ها همیشه و حتی در داخل پایگاه‌هایشان مسلح باشند. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.